سلام، ساعت 4:10 صبح از حدود ساعت 2 بامداد بود که این اتفاقی که پشت سر من افتاد و اون هم سازماندهی برای یک عملیات بزرگ برای دستگیری اراذل اوباش بود که اتفاقا اتباع بیگانه هم هستن. همراه ما باشید این عملیات رو ببینید. خبرها و گزارشات مردمی عناصر نامطلوب اتباع شناسایی شدند. از ساعت 2 بامداد با همکاری بسیج و پرسنل وزارت ما تحریر رو اجرا کردیم، انجام میدهند. ما اینا رو شناسایی کردیم و امروز هم همشون رو با خانواده‌هاشون طرد میکنیم. طرد میکنین، گرفته میشن و از اردوگاه هم به کشور خودشون برگردانده میشن. کلن طایفه‌ای هم دیگه، از هیچ کاری هم ابا ندارن اینجا. یکی بیاد اینجا یک حرفی بزنه بگه آقا من اینا، خب چون جمعیتون بالایه چی اتفاق برای طرف مقابل میفته؟ وقتی که ما میگیم آقا از هیچ کاری ابا ندارن، شامل همه چی میشه دیگه. اینا هر کاری میکنن آقا، هر چیزی که شما فکر کنی اینا اینجا انجام میدن. دارن براتون میگردونن دیگه. نه مگه برمیگردونم؟ مگه من که وطنم افغانستان نیست که برمیگردونم؟ من دارم 30 سال اینجا زندگی میکنم. اصالتا که افغانستانی ما افغانی نیستیم. الان ما 300-400 خانوار الان تو گرگانم، فامیلام هم مدارک دارن. شناسنامه اینا دارین؟ نه، پهلا ما رو تقاضا کردن بلازی کارت افغانی دادن. هم ندارین دیگه، کارت افغانی دادم که دادن. آه دیگه بزرگم هم اینجا پود کردم اینجا باب از سر. آقا ایرانی کارت ملی داره، شناسنامه داره، تو ویلیده انی پرمونده ایما بخانی شناسنامه، نمیدونم کپی کارت ملی خون رای کردم آره، ایرا با خون رای کردم آره. نوشته ریاست محترم پزشک قانونی. خب بدیم وسیله. آقای فرزند جهت انجام آزمایشات دی ان ای، آقا ازم فرمایی جهت انجام آزمایشات دی ان ای و اثبات رابطه پسر عمویی به حضور اعزام میگردد. این کجا شناسنامه است؟ خب شاید خب تقاضای شناسنامه است. نوشته دی ان ای برای پسر عمویی. پسر عمویشه؟ پسر عمو کیه؟ پسر عمو تو گرگانه، من مدارک دارم، شناسنامه دارم. بابام پسر عموی بابام. من کجاست؟ اصلا بلند نیستم افغانستان کجا، بزرگ شده ایرانه. حالا چرا دارم براتون میگردن؟ چرا میگردن؟ کی رختن تو خانه بیا که نمیدونه مجوری شده داد. همه آدم دیگه چرا الکی شما رو برگردن؟ نمیدونه میگه الان نمیدونه. حتما یه شکایتی چیزی ازتون بوده که تو این همه آدم اومدن به شما گفتن. خو این آدم ها الکی میگن آقا، آقا طرف دست خور تکون منه فلانی اجوره فلانی. خو این نمیشه آقا. شهر مقدس دومین کلان شهر کشور، هم مرز افغانستان، یک پایتخت معنوی جهان اسلام و بستر حضور هم زائرین خارجی داخلی. در طول سال بیش از 30 میلیون خب زائر رو در مشهد مقدس و استان خراسان رضوی داریم. خب مورد توجه هست. از این ور با توجه به همسادگی با کشور افغانستان داریم، جمعیت بعد از تهران یک جمعیت قابل توجهی رو از اتباع مجاز افغانستانی رو داریم که از اقشار مختلف هستن، دارن زندگی میکنن با ما و خدمات می جایی که آرامش و امنیت مطالبه به حق شهروندان عزیز هستش و پلیس مشهد مقدس هم در این خصوص وظیفه داره، با همه توان خودش در برخورد با اراذل اوباش جدی و مصمم و مقتدرانه برخورد داشته باشه. ما در زمینه برخورد با اراذل اوباش هماهنگی های خیلی خوبی با مسئولین قضایی، با استانداری و سایر نهادهای امنیتی انجام میدیم. باش تجهیز کردیم، آموزش دادیم، سازماندهی کردیم و در چندین عملیات دستگیری مقدس اینها موفقیت های چشمگیر الحمدلله داشتن. مشهد بزرگ شده. مشهده قبلش سیستان بلوچستان. بله همینجا بزرگ شدم. افغانستان نبود. نه بابا افغانستان سم من بلند نیستم. افغانستان کجایه؟ تو که جناب خودت میدانی ما 17 سال انظور ما یه بچه ها کچیک ما بهتون بد گذشته. آره بد گذشته بریم. نه اگه بد گذشته برگردیم بریم مملکتتون. مملکت ما ایرانه. کجا بریم؟ کجا دیگه مملکتتون که بگیم هیچ شناسنامه ای کارت ملی ما نداریم. خواه دقل همین کارتا رو به ما دادن با همین ها رو تمدیر کارت افغانیه دیگه. آره اونا شما اهل کشور افغان. آره از همین ها به ما دادن. آقا همون کارتا رو گرفتین حتما خلافی کردین که یکی ازتون شکایت بایی که
چه مجاز چه غیر مجاز مرتب در رصد هستند. پرسنل اداره اطلاعات اینا رو شناسایی میکنیم، زیر رصد هستن که اینجوری ما شناساییش میکنیم ترده شد. چی که امروز برای نظام ما و مردم ما مهمه، ضمن این که پذیرایی و خدمات دادن به اتباع خارجی غیر از افغانستانی، چه گردشگر باشن و از هر ملیتی باشن، جز برنامه های و اولویت های نظام ما و مسئولین استاجرین و اتباع خارجی که باید ضوابط و مقررات در کشور رو که ساکن میشن رعایت کنن. با جرمی رو مرتکب بشن دیگه فرقی نمیکنه چه مجاز باشن چه غیر مجاز باشن، شناسایی میشن با هماهنگی دستگاه محترم قضایی و دستگاه مجددشون به از هر مرزی به داخل کشور جلوگیری میشه. پدر نیروی انتظامی بیامرده که اینا رو ما جمع کرد، یعنی واقعا آرامش بی محل برگرد. من اینجا به افرادی که فکر میکنن با توسل به خشونت و ترسوندن دیگران میتوانن ناامنی ایجاد کنن، هشدار میدم خدمت همشون که پلیس مشهد در کمین اونها فعالیتشون رو تحت نظر داره و در زمان و مکانی که انتظارشون رو دارن به سراغشون خواهد اومد و با اونها برخوردی قاطع و سلبی و بازداننده خواهیم.